اخیراً بانک مرکزی رژیم اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه در فروردین امسال نسبت به سال 1402 به میزان 27.7% کاهش داشته. همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم نتیجه گرفت که پس تورم فروردین سال قبل 63% بوده. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم زینت میرهاشمی، سردبیر نشریه نبرد خلق و عضو شورای ملی مقاومت ایران. خانم میرهاشمی سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از حضورتون در برنامه روزنگاه. منم به شما بینندگان سیمای آزادی درود میفرستم. بفرمایید. خانم میرهاشمی، با توجه به اینکه این رقم 63% تورم مربوط به سال گذشته است، خود این چه اهمیتی داره؟ ببینید، چند روز پیش یکی از این تو این جدال این باندها یکی نوشته بود که الان چون به خاطرم نیست که کدوم مثلا در از این رسانه‌های حکومتی بود، نه، یکی نوشته بود این دولت دولت کذبیه است. یعنی که کذبیه، خب معلومه دیگه، در رابطه با این آمارهایی که میدن یعنی کذب هستش. ببینید، اینجا یه تناقضی رو نشون میده، چون در آمار بانک مرکزی وقتی که پایان سال 1402 رو میگه که تورم 52% خورده ای بوده. خب حالا وقتی که این کاهشی که شما مطرح کردید که اینطوری میگه، اگر محاسبه بکنن روی همین برمیگرده، پس این تورم 52% کذب بوده، یعنی که صحت نداشته 63%. یعنی این منظور اهمیت این موضوع که بهش پرداخته میشه از نشون میده که چقدر آمارهایی که اینا میدن دروغه، یعنی واقعیت نداره. این از این جنبه. حالا حساب بکنید وقتی که این آمار میگن که بر حسب این حرفی که زده، خب میشه 63% دیگه، در حالی که 52% قبلا اعلام کردن بانک مرکزی. خب ببین، حساب بکنید وقتی حقوق، حداقل حقوق رو در شورای عالی کار رژیم تصمیم گرفته میشه چند درصد که اضافه بشه اینا، از اونجایی که اصلا بر اساس تورم هم نیستش، بعد حساب بکنی اینا ادعاهایی که میکنن اینا باز بر اساس اون رقم 52% دیگه، حتی اونم قبول ندارن. یعنی فاصله اینها در حقیقت نشون میده که حتی آمارهایی که خودشون میدن یک فریب و دروغ هست. اهمیتش 63% اینه، چون وگرنه اون فاصله ای که حقوق کارگران یا سفره مردم تعیین میشه با حداقل حقوق، ببخشید، نرخ تورم که هیچ وقت خانایی نداشته، چه 52% باشه، چه 46% که میگن، چه 63% هستش. بله، دولت آخوند رئیسی مدعی شده که امسال تورم نسبت به سال قبل 27.7% کاهش داشته. با توجه به اینکه چاپ پول افزایش پیدا کرده و همینطور مبالغ کمبود بودجه هم که مطرح میکنن بسیار قابل توجه، این ادعای کاهش تورم رو چطور میشه تفسیر کرد؟ ببینید، همین دو موردی رو که الان بهش اشاره میکنی، دو موردی هستش، یعنی مسئله خلق پول و کسری بودجه، دو موردی هستش که تأثیر جدی یعنی اساسی در بالا بردن نرخ تورم داره، چون نقدینگی رو اضافه میکنه، نقدینگی خودش به تورم کشیده میشه. اینا الان مد شده یه حرفی رو میزنن که چون این صحبت هستش در به صلاحات رسانه خودشون مورد سوال قرار میگیرن، خب این ادعایی که اینها میکنن که کاهش پیدا کرده، چرا تو سفره مردم تأثیر نمیذاره؟ بعد میدونید چی رو مطرح میکنن در جوابش؟ میگن که مسئله نرخ تورم ربطی به گرانی نداره، یعنی میتونه مثلا کالاهای اساسی مردم گرون باشه ولی تورم پایین اومده باشه. یعنی دارن اینطوری فریب میدن، چون واقعا این مسئله هستش که خب چطور تأثیرش رو نمیذاره. بعد از طرف دیگه شما یادتونه که اردیبهشت ماه سال پیش این رئیسی جلاد یه ده فرمونی داد که اسمشو به مسخره گذاشتن ده فرمون، برای مهار تورم و کاهش تورم و نقدینگی یه حرفی رو زده، فرمانی داده که 10 تا بند داشته.
ببین شما نگاه بکنید در همین اردیبهشت، که این اردیبهشت امسال وقتی میبینیم که هیچ تأثیری نداشته، وقتی که این رئیسی اومد نشست بر این صندلی قدرت، ارزش دلار 27,000 تومان بود. خب الان ببینید میرسه به 60-61، همطور میره بالا بستگی به رویدادهایی که در منطقه و در هستش اینا. خب باید اینجاها خودش نشون بده دیگه، یعنی بالا رفتن ارزش پول ملی. و از طرفی حساب بکنید همین اردیبهشت مرکز بانک مرکزی اعلام کردش که تورم در طی رکورد خودش رو شکونده در 80 ساله اخیر و بالای 52% رفته. خب پس ببینید علاوه بر این که تورم از همش نزولی بوده، این خود این میگه وقتی که با آمار بانک مرکزی نمیگه، میگه طی 80 ساله اخیر نرخ تورم رکورد زده، شکسته شده رکوردو و بالای 52% رسیده. خب این نشون میده که این حرفاشون هیچ صحتی نداره. و از طرف دیگه شما حساب بکنید که وقتی میگه که در باز با آمارهای خودشون در طی 2 سال اخیر میگه 8 میلیون نفر به تعداد فقرای کشور اضافه شدن. خب همه اینها، حالا اون صحبت قبلیمون هم کردیم که گفتیم که اگر هر این کاهش هم پیدا کرده باشه، پس یعنی قبلا دروغ گفتن دیگه، 63% بوده. حالا همه اینها رو ما در نظر بگیریم، خب نشون میده که واقعا یعنی حرفاشون بی خود هستش دیگه، چون به هر حال اینا یک از گفتگو درمانی نمیدونم همه اینا بگذریم، مثل اینکه این مسئله آمار درمانی هم بهش اضافه کردن دیگه. با این حجم اعتراضاتی که تو خیابون هستش در مقابل این چیه، اینطوری فکر میکنن که به اصطلاح یک فضا رو عوض کنن به نفع خودشون، که واقعا تاثیر نداره. و این آمارهایی که میگن و این ادعایی که میکنن تا زمانی که ارزش پول ملی بالا نره و تا زمانی که قدرت خرید مردم بالا نره، همه این حرفایی که میزنن هیچ کدومشون پایه نداره جز فریب توده. بله تشکر میکنم خانم میراشمی از فرصتی که به ما دادید. خواهش میکنم، شما هم موفق باشید. خواهش میکنم.